خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواح نافدا. ای سید ما، ای مولای ما، ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. سنگر که برش اوزاز و اینا هستن شاید مثلا 100 متر از پل 200 متر میترم کرد. بله الان همین که داشتم میگفتم همون جا یادم بود. بله اون تلو کرخه کور بود، کرخه کور بود، کرخه کور بله زمد احواز بود. بله کرخه کور رفتم تو خونه، رفتم تو خونه وضو گرفتم. مگر خدا حتی امکاناتی که بتونن تو احوازم خودشون رسو نداشته. همونجا آقا رفتم اونجا وضو گرفتم، آره دعا کردم. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.